میانه جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی ارتش آمریکا با بحران بزرگی روبروست. یک سوم هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن ارتش آمریکا در مواجهه با جنگنده‌های آلمانی و یا در تیررس ضد هوایی‌های ارتش نازی سقوط می‌کنند. جدای از اهمیت خلبانان که نیروی انسانی متخصص و غیر قابل جایگزین هستند، هزینه سرسام‌آور تأمین هواپیماهای جدید هم مزید بر علت تا مهندسان ارتش به دنبال چاره‌ای برای تقویت هواپیماها در میدان نبرد باشند. بهترین راه حل افسودن سپرهای ضد گلوله‌ای که بر اساس معاینه دقیق صدها فروند جنگنده بازگشته به خانه به دست میاد. بخشی از هواپیما مانند بالها که بیشترین گلوله به اون اصابت کرده. سپرهای تقویتی روی اونها سوار میشند و این هواپیماهای مجهز بار دیگه به جبهه‌های جنگ برمیگردند. اما باز هم نتیجه فاجعه باره. تا اینکه آبراهام والد، دانشمندی که پیمانکار وزارت دفاع، راه حل رو در شعری از دیاگوراس، شاعر و فیلسوف بیخدای یونانی پیدا میکنه. وقتی که او باور خدایان اولمپ رو در معجزه بازگشت ده‌ها تن از سرنشینان یک کشتی غرق شده به تمسخر میگیره و میگه که به من نشان بدهید که آن طوفان زدگان جان به در نبرده را چه کسی نجات نداده است. آبراهام والد راه حل رو پیدا کرده. هواپیماهایی که برگشتن در قسمت‌هایی که موجب سقوط قطعی می‌شده مورد اصابت گلوله قرار نگرفته بودند. پس کافیه به هواپیماهای سقوط کرده فکر کنن و سپرهای دفاعی روی بدنی هواپیماهای بازگشته به قسمت‌هایی منتقل بشه که گلوله به اونا نخورده. این راه حل جواب میده و پرنده‌های نیروی هوایی ارتش ایالات متحده رو به عقابان آسمان در جنگ با نازی و متحدانش مبدل میکنه. این روایت رو گفتم تا بگم یکی از سویه‌های شناخته شده بازی‌های روانی برای جااندازی یه دروغ سیستماتیک دقیقاً بر اساس همین خطای ذهنی شکل میگیره که به سویه بازماندگی یا سویه بقا یا سوروایوول بایس شهرت داره. یعنی به جای دیدن همه حقیقت، فقط قسمت جان به در برده اون از یک فاجعه رو به نمایش گذاشتن. این دقیقاً همون کاریه که مقامات جمهوری اسلامی درباره اقتصاد ایران انجام میدن. در حالی که من و شما و میلیون ها شهروند دیگه داریم با گوشت و پوست و استخون حس میکنیم که اقتصاد از همپاشته جمهوری اسلامی در سراشیبه سقوط قرار داره و کمر ملت زیر بار گرونی ها داره که چه عرض کنم، رسماً خم شده، اما مقامات کشور مدعی اقتصاد مقاومتی و توان بالای اقتصادی و آمارای نشان دهنده رشد مثبت اقتصادی هستند. و در آخرین نمونه هم به گفته سولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی، اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای برتر جهانه، چون به رغم 40 سال تحریم همچنان سرپا و قدرتمنده. اما چرا مسئولان رژیم میکوشند تا این دروغ رو تکثیر کنند؟ آیا میخوان جو روانی جامعه و مردم رو آروم نگه دارن؟ قیمت دلار و مسکن و خودرو و دارو و خاربار رو کنترل کنند؟ یا حتی به فکر حرف درمانی اقتصادی هستن؟ من میگم که جواب به طور قطع یه نه بزرگه. مخاطب پافشاری بر ادعای قدرت بالای اقتصاد ایران و دوام‌آوری اون توی کاخ سفید و شورای اتحادیه اروپا و توی خیابون داونینگ استریت لندن سکونت داره. رهبران قدرت‌های جهانی که سالهاست جمهوری اسلامی کوشش میکنه به اونا به دروغ بقبولونه که تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا و اروپا هیچ تأثیر روی جمهوری اسلامی نداره، پس خودتون رو با اعمال تحریم‌های بی اثر به زحمت نندازید. یادتون هست ایلان برمن، معاون مؤسسه غیرانتفاعی سیاست خارجی آمریکایی، تو برنامه قبل دیکود چی گفت؟ انتشار این دیسینفورمیشن در مراکز تصمیم‌گیری آمریکا که تحریم‌های ناشی از فشار حداکثری ناکارآمد بوده، پس بهتره که برطرف بشه. در حالی که حقیقت چیزی غیر از اینه. به دنبال یافتن همین حقیقت هست که در استانبول ترکیه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، همراه می‌شیم که به دیکود پیوسته. رضا، خوش اومدی به دیکود. چرا مسئولان جمهوری اسلامی به رغم همه شواهد موجود همچنان روی این دروغ پافشاری میکنن که وضع اقتصاد کشور عالی و روبه رشده؟
به طور کلی شاید بشه گفت که به خاطر اینکه دنبال بقا هستن، بقا از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. یکیش همین نکته‌ای که الان اشاره کردی که خب مخاطب این پروپاگاندای خبری در کشورهای دیگه و در کانونهای تصمیمگیری و سیاستگذاری کلان هستند که میتونه حتی ماهیت جمهوری اسلامی ایران رو به خطر بندازه تصمیماتی که میگیرن. یک نکته اینجاست. نکته دیگر هم شاید در داخل کشور باشه و مخالفت کنم با اون نهی که شما گفتی و اون داخل کشور هم برمیگرده به اون گروه از طرفداران پروپاقرص نظام که در هر صورت و تحت هر شرایطی و حتی با فلاکت مطلق هم از ولی فقیهشون، از جمهوری اسلامیشون دفاع میکنن. ما هنوز یادمون نرفته در اعتراضات سال گذشته یکی از اون بسیجی هایی که در خیابان کشته شد در اون اعتراضات و تصاویر تلویزیونی که منتشر شد از سمت جمهوری اسلامی نشون میداد یک آدم در یک خانه بسیار کوچک در یک منطقه بسیار بعد از نظر امکانات و دسترسی ها و با چه خانواده یا چه شرایطی داشته زندگی می کرده، اما این آدم در خیابان حاضر بود برای دفاع از به قول خودشون امامش، رهبرش و انقلابش. بخشی از این پروپاگاندای رسانه‌ای هم برای اونهاست. اونها باید توجیه بشن، اونها باید قانع بشن اینکه ما در مسیر پیشرفت هستیم، اینکه ما در به دنبال فتح قله ها هستیم، حالا چگونه و چه قله ای هم جای سواله، ولی بخشیش شاید بشه گفت 70-80% برای اون کانون های تصمیم گیری است و بخش دیگری برای اقناع این طرفداران پروپاقرصی که من میگم شستشوی مغزی شدن و کلن از نظر تفکر و ذهنی خلاصن و هر آنچه که بهشون دیکته میشه رو میپذیرن و عمل میکنن. خیلی مخالفت به جایی کردی، ولی برگردیم به موضوع تحریم هایی که علیه اقتصاد حکومتی در ایران تصویب میشه و اجرایی شده در طول همه این 40 سال، خصوصا تحریم هایی که توی چارچوب برنامه فشار حداکثری در 5-6 سال گذشته به حکومت ایران وارد شده. این تحریم ها رو چجوری ارزیابی میکنی؟ آیا واقعا فشار حداکثری کارآمد بود در مهار جمهوری اسلامی؟ ببینید خیلی ساده است. فشار حداکثری اگر ترامپ دولت دوم می رسید دو تا اتفاق می افتاد. یا اینکه جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه پرانتزش بسته می شد و محو می شد از تاریخ ایران زمین، یا اینکه بر می گشت سر میز مذاکره و با ترامپ به گونه دیگری معامله می کردن. دلیل این هم همین شاخص های آماری و اقتصادی که خود جمهوری اسلامی منتشر می کنه. فشار حداکثری ترامپ باعث شده امروز بیش از 70 میلیون نفر، یعنی نزدیک 70 میلیون نفر زیر خط فقر قرار بگیرن. فشار حداکثری باعث شده صادرات صنعتی ایران سهمش از صادرات غیر نفتی به 15% برسه. اون فشار حداکثری باعث شده جمهوری اسلامی صادرات نفتش در یک مقطعی به 100 هزار بشکه و کمتر برسه. اون فشار حداکثری منابع ارزی جمهوری اسلامی ایران رو به شدت محدود کرده که امروز در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهادها، مواد اولیه و بسیاری اقلام ضروری دیگر خب مشکل داره و همین وارد کننده ها و تولید کننده ها بارها نامه نوشتن که از پاییز سال گذشته هنوز ارز مورد نیازشون تأمین نشده، حتی کالاهایی که در بنادر دارن دموراژ پرداخت میکنن. اون فشار حداکثری نتیجه خودش رو، تأثیر خودش رو گذاشته بود. برای نتیجه بخش بودنش نیاز بود که اون استمرار داشته باشه. دولت بایدن فشار رو کم کرد تحت تأثیر همین پروپاگاندای خبری، تحت تأثیر همین دیسینفورمیشنی که جمهوری اسلامی ایران منتشر میکنه و همونجا کافی بود که یک نفس راحتی جمهوری اسلامی بکشه و مجدداً برگرده به اون شاخشونو کشیدن خودش و بازگشت به روال قبلی خودش. عرض من در یک جمله این که اگر ادامه می داشت، دولت دوم ترامپ ادامه می داشت، این فشار حداکثری حتما به نتیجه می رسید و امروز ایران و سیاست های داخلی و خارجیش دگرگونه. بی نهایت ازت ممنونم رضا غیبی که در این بخش از برنامه با من همراه شدی.